أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مقامات نوری حضرت مهدی علیه السلام که وظیفه موحدین اعتراف به این مقام و اقرار و ترتیب اثر و عمل به این ایمان و به این حقیقت، مقام توکله. یعنی یک موحد خدا را وکیل خودش میداند و میگیرد در کارها. فاتخذه وکیلا، تمام امورمون رو ما بایستی به خدا بسپاریم، کوچک و بزرگ، مثل یک بنده‌ای که مولایش کفیل اوست، او فقط در اطاعت مولا حرکت میکنه، نه غم و غصه خورد و خوراک داره، نه غم و غصه پوشاک داره، نه غم و غصه جای خواب داره، چون میدونه مولای او که از او کار و وظیفه میخواد بقیه امورش رو به کفالت گرفته است، تکفل کرده است. این برده و این کنیز کل امورش رو، مثلا در یک سفری یک مولایی برده و کنیز خودش رو با خودش میبره. دیگه غم و قصه برده این نیست که الان در کدام منزل فرود میاییم، چی میخوریم، کجا میخوابیم، چی میپوشیم. این مولای حکیم و این سربر و سرور کارهای بردگان خودش رو به گردن گرفته. یا مثالی که این زمانه به دردمون بخوره، مثل بچه ها که مدرسه میرن، وقتی برمیگردن آماده میداند که نهار او آماده است، مادر در خانه با اون مهربانی که دارد کارهای نهارش رو انجام میده و داده، لباسش، بازیش و تمام دلخوشیاش در این خانه تأمین میشه، خواسته هاش. لذا در مدرسه فقط درسشو میخونه و هیچ دغدغه‌ای نداره. خواسته شده از موحدین که خدا را وکیل خودشون در برنامه زندگی بدانند و بشناسند و حرص نورزند، دغدغه نداشته باشند. در روایت داره این که بله، من اهتم لرزقهی کتبت لهو خطیعه، هر کس قصه روزیش را بخورد از برای او گناه و خطا نوشته می شود. خب این مقامی که از ما خواسته شده است را که خدا را، رب را، اله را وکیل خودمون بدانیم و بگیریم، از آن حجت ابن الحسن سلام الله علیه رقم خورده و این خلیفه خدا برای عیال الله، بندگان خدا، برای جن بندگان مقام وکیل را دارند. یعنی بایستی بندگان بعد اعتراف به این مقامی که برای ایشان خدا قرار داده، ایشان را وکیل کارهای خودشان بدانند، به ایشان بسپرند و دغدغه نداشته باشند. یعنی کسی که امام مهربان دارد، پدر دلسوز دارد، برادر سدید و یار و همراه دارد، چرا قصه بخورد؟ این در حالی است که این برنامه ایمانی اجرا بشه، یعنی در دلهای ما اعتراف به این که مهدی علیه السلام از مادر مهربانتر، از پدر سرورتر، از برادر پشتیبانگیرتر، این اعتراف باشد و تبدیل به یقین بشه، چون درجات ایمان 10 تاست، بعد میره سراغ درجات یقین.
تبدیل به یقین بشه و عملا به ایشان سپرده بشود امور زندگی. امر بچه ها که ازدواجشون و سر سامان گرفتنشون، جهیزیهشون و امر خودم، امر همسرم، امر خانه و مسکن و امر تمام اینها مسئول داره. این دنیا یلورها رها نشده است. خداوند ید الله خودش را برای این قرض قرار داده. ید الله خدا در زمین مهدی الامم است علیه السلام. واقعا ما بایستی ایشان را بشناسیم به این مقام و این نورانیت و عملا به ایشان بسپریم و بریم سراغ وظیفه‌مون. مثلا یک خانم دغدغه سفر را چه او؟ چه ربطی به او دار؟ دغدغه امنیت کشور چه ربطی به او دار؟ او مسئولیت خانه به گردنش است. خانت رو مرتب کن، خانت رو مهیای پذیرای شوهر و بچه ها قرار بده، خانت رو گرم نگه دار، غذات رو آماده کن، خوب بپز. آنچه که میبینی در زندگی مسئولیتته همون رو خوب اجرا کن. عمرامون هم طولانی میشه. یعنی این غم و قصه ها رو اگه بزداییم، بزداییم یعنی با وکیل گرفتن مهدی علیه السلام. نمیگم بزدایی یعنی سر به هوا باشی، نه، بزدایی و امامی را پشتیبان خود بشناسی، به ایشان بسپاری. ببینید از مرض حرص ما نجات پیدا میکنیم، از مرض مالایعنیک، آنچه که به ما ربطی نداره و ما خودمونو گرفتار این مسائلی که اصلا به ما ربطی نداره بکنیم. بله، چون که یکی از راه های ابلیس از این که تکلیف و اطاعت خودمون را از برای مولا و خدا باز بداره اینه که ما رو مشغول کارهای دیگه میکنه، کاری که به شما هیچ ربطی نداره، مسئولیت شما نیست و جز دغدغه هات قرار میده، در حالی که بازخواستی از اون کارها نمیشی و نداری در نهایت این امتحان. خب وقتی دغدغه یا مسائل دیگه میشه، شما کارات زمین میمونه. عبد الناس کیه؟ عابدترین مردم، بندترین مردم از برای خدا کسی است که واجبات رو انجام میده و مسائل دیگه دغدغه‌اش نیست، مسائلی که بهش ربطی نداره. زن و همسر و دختر و مادر، اینا جایگاهاشون معلوم شده در دین و شریعت، حدودشون، مسئولیتشون اینه. آنچه که فراتر است و جزء نیازهاشون است، مثلا خورد و خوراک، پوشاک، امنیت، مثلا فضایی که آسایشگاه ایشان باشه، جای خواب، وقت خواب، سلامتی، اینا تمام و تمام رو مد نظر بگیریم و به حضرت مهدی بسپاریم. حضرت مهدی کفیل هستند، وکیل هستند که برای شمای خانم ضعیف کارهاتون رو سر سامان بدهند. حالا ایشون به توسط باز جند الله دارند، ایشون کسی را می گمارند، می فرستند، سببی قرار می دهند، یا گاهی اظهار قدرت می نمایند و بدون سبب و بدون این فراتر از عالم شهود و فراتر از عالم ماده برای شما حاجتها رو روا می دارن. تقصیر و کوتاهی که داره صورت می گیره، یک، عدم اعتراف به این مقام حضرت مهدی علیه السلام، دو، اینکه بهره‌گیری از این مقام آقا، یعنی به خدا، به آقا سپردن، این نیاز به یاد آوری دارد. یعنی من متوجه بشم آقایی دارم، بهشون بسپارم، ازشون درخواست کنم، التماس کنم، و اصلا همون که دل بسپرد، مثل که شما یک وکیلی رو میگیرید در مسائل قانونی، خب وقتی یک وکیلی رو میگیریم دیگه کلن کارها به دوش وکیل است. من دیگه دغدغه ندارم، میدونم این وکیل من کارهای منو انجام میده و خوب وکیلی هم هست. ما اگر حضرت مهدی علیه السلام را، مهدی الامم را وکیل خودمان بگیریم،
ما را به سر مقصد نجاح و پیروزی و کفایت میرساند. فان الامام نعم الامام، خوب امامی است و خوب وکیلی است. این اعتراف رو، این اقرار رو ان شاء الله در زندگی های خودمون پیاده کنیم و بهره ها ببریم از حضرت مهدی علیه السلام. اینجور نیست که شما بگید وظیفه حضرت مهدی این است که کارش و امامتش رو انجام بده، کارش انجام بده. وظیفه ای نیست به دوش حضرت مهدی. تا وقتی شما ایشان را نخواهی، خداوند به دوش ایشان قرار نداده است. هر کس با حضرت مهدی این سلطان قائم سر و سر داشته باشد، مهدی علیه السلام با او سر و سر دارد. تا این راه را نپیماییم، خدمت هست که آشنایی ما با وکیل، تنها وکیل یعنی خدای تبارک تعالی که اسماء الحسنا وکیل، سر و سر ما با آشنایی ما صورت نخواهد گرفت، اتفاق نخواهد افتاد. بعد نکته‌ای که تو این جلسات برش اصرار داریم، نفی انداد، هی تکرار میکنم، پوزش میطلب، یعنی شرکای مهدی علیه السلام رو بایستی نفی کنی. یعنی واقعا وقتی به حضرت میسپری دیگه حرص نورز، یعنی با آقا سپردی، آقا امام حی است، امام دانایی است، امام خبرداری است، با خبر است از پیش آمدها، یک حرص نورزیم. دو، اینکه سراغ اغیار هم نرویم. اغیار کیانند؟ اغیار یعنی اونایی که با حضرت مهدی دمخور نیستند، مسیحیند، یهودیند، سنیند، بوداییند، لائیکند، مهدی نشناسند علیه السلام. خب به اونها هم رابطه های وکالتیتون رو قطع کنید. لذا مثلا آقای پدر مهربان، این دخترت رو به ازدواج کسی که مهدی را نمیشناسد در نیاور، چون اون سرباز مهدی نیست، این دختر امورش را به مهدی سپرده است. تو خیانت نکن، شما عقوق دخترت رو به گردن نخر و دخترانمون رو به شیعیان به ازدواج در بیار. و خدمت هست که حالا مسائل دیگه زندگی، تمام مسائل، انسان محیط زندگیش رو پارت پارت و جز جز ربط بده به اولیاء مهدی علیه السلام و اغیار رو دور کند. اغیار یعنی مهدی نشناسان، تا با سپردن امور به جند المهدی، به اولیاء المهدی، به احباء المهدی، به عیال المهدی، کارها اونجور که خدا میخواد پیش بره، یعنی یک مقدمه برای دولت الهی پیش بیاد. این هم نکته بود که ضروری بود گفتنش برای قبولی مقام وکالت حضرت مهدی. هر زمانی که مقام دیگری که خدا برای ایشان قرار داده است، بله، الرأفه، امام رؤوفی هستند. ما بایستی قبول داشته باشیم، اعتراف کنیم، بپذیریم که رأفت و دلنازکی، یک خراشی اگر به تن شیعه مهدی علیه السلام وارد بشه، یک قصه‌ای به دلش وارد بشه، آن قصه قصه مهدی است، آن خراش خراش بر جگر مهدی است علیه السلام و دردمند شیعیانش است امام رؤوف علیه السلام. من این نکته راجع به رأفت بگم بین پرانتز که خودم اثر خوبی دیدم از این اسم خدا، اسم رؤوف، وان این که حضرت رضا علیه السلام در عالم خواب و رؤیا پدرشون موسی بن جعفر علیه السلام رو مشاهده کردن، دیدن. آقا فرمودن که اگر حاجتی داشتی زیاد بگو یا رؤوف و یا رحیم. واقعا بنده
به تجربه میگه من عادتا کارهایی که خودم انجام میدم، ذکرهایی را که خودم انجام میدم را تبلیغ میکنم. این ذکر را بند شبهای قدر بود انجام دادم و یک مشکلی که اصلا چاره ای نمی دیدم برای او و شاید سالیان باید درگیر می بودم با این مشکل، در عرض این 3 شب قدر، یعنی دیگه 6 شب شد، این مشکل از وقت ورودش تا حل و حل مشکل قلع و قمع شد. خیلی یاد خدا و یاد رب صفاتش به مجدش، مخصوصا این ذکر یا رؤوف و یا رحیم، گره گشا، مشکل گشا و خلاص کننده است. حالا ما برای اینکه با رأفت الهی که بیکران است بل آشنا بشویم، یعنی حالا تعبیرمو درست تر بگم، چون من گفتم رأفت الهی مرادم شد فعل خدا، کردار خدا، نه یه قدری پارو فراتر بذاریم، میخواییم با رؤوف آشنا بشیم، با خدا آشنا بشیم، این مقام رو از آن حضرت مهدی بشناسیم. ایشان خلیفه خدا در رأفت به بندگان هستند و امام مهربانی هستند. این سخنانی که راجع به شمشیر انتقام حضرت حجت گفته می شود 100% درست است، اما این شمشیر انتقام برگردن اولیا و محبوبین حضرت مهدی نیست، برگردن ضعفا و مستضعفین و عیال المهدی نیست. ایشون منششون، روششون با شیوه مستکبرین جهان، خونخواهان، دنیا طلبان، زمین تا آسمون فرق میکنه. ایشون فرق میکنن با بقیه بندگان، ایشون مقایسه نمیشن با هیچ احد الناسی. اگر مهدی علیه السلام را میبینید بر دشمنان شدید است، او به فاطمه مادرش خیلی مهربان است، رأفت دارد، لذا بر دشمنان زهرا علیه السلام شدید است. از رأفت بیکران این دل به بیکران که میگم واقعا دریا راستی عجیب، یعنی یکی از دوستان که خیلی اصرار داشت حضرت مهدی را ببیند و مشاهده کند و شوق داشت و عشق داشت، یکی از راههایی که پیشنهاد شد به ایشون این که هر روز بر سید الشهدا گریه کنه، یه برنامه عشق و گریه بر امام حسین هر روز. شد گفت در مسیر من که با ماشین خودم میرفتم سر کار، اون وقت گریم بود، بر امام حسین گریه میکردم. بعد اشون میگفت که خیلی سریع جواب داد و در عالم رویا یه جمله عجیبی نقل کرد، گفت ما فکر میکردیم که ما حضرت را دوست داریم و تقلا میکنیم ایشان را ببینیم، اما وقتی که در عالم خواب ایشان را دیدم، دیدم که ما در دریای بیکران محبت ایشان گم است. امام بی نظیر، پر محبت، پر شوق به شیعیانش، به فرزندانش، پر قصه بر این مشکلاتی که دور ما رو گرفته. لذا ما این مقام، بل در تعبیر قرآنی راجع به ایشون، یعنی راجع به ایشون و مادرشون حضرت فاطمه علیه السلام، در تعبیر دریا شده، در قرآن آمده دریا، یعنی رأفت حضرت مهدی تمامی نداره. حالا چقدر ما سفاهت و کوتاهی کردیم با حضرت با ایشون، اما ایشون راستی دریا هستن، تمامی نداره. هرچی شما کوه بریزی تو این دریاها، سنگ بریزی تو این دریاها، دریا تمام نمیشه، رأفت حضرت مهدی هم تمام نمیشه. این اعتراف رو از دلهامون بکشیم و حضرت رو به رؤوف بودن بشناسیم و عرضم این که بله، حضرت رو به رؤوف بودن بشناسیم و این بحث قساوت، قساوت به ایشان را روا ندانیم.
یعنی نه ایشان را مرد قساوت بدانیم و معرفی کنیم. ایشان مرد قساوت نیست، بله رأفتش را به جا هزینه می کند، رأفتش را برای فرزندان فاطمه و امیرالمؤمنین هزینه می کند و قساوتش را از آن دشمنان فاطمه علیه السلام بیگانگان اونجا خرج می کند. بله کسی که با حضرت زهرا ظلم پیشه کند، حضرت مهدی علیه السلام با او مهربان نیستن. این نکته رو باید اینجا بگم بین پرانتز که این هزینه کردن نور مثل هزینه کردن پوله. یعنی شما پولات رو باید به جا خرج کنید، درسته؟ پول رو باید به جا خرج کنید. اگر یه جایی وقتی پول رو بی جا خرج کنید میگن سفیهی، میگن مصرفی، میگن ظالمی. پول باید به جا خرج کرد، خدا بهت پول داده که به جا هزینه کنی. نور هم همین گونه است. نور مال ما نیست، نور مال خداست. این نور رحمت و دل رحمی، دل نازکی، این مال خداست. ما باید به جا هزینه کنیم. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه خب یک شمشیری علیه ایشان برافراشته نشد در صورت ایشان برای قتل ایشان و وقتی خیلی میخواستن پیغمبر رو بکشن، ولی خب جنگی درگیری عملا در مکه صورت نگرفت. خب با برادری با اهل مکه برخورد داشتن. اما وقتی شمشیر انتقام رو حضرت رسول کشیدند به صورت، حالا جنگ بدر رو شروع کنیم، از جنگ بدر تا احد و شمشیر انتقام اونجاها کشیده شد، وقتی شمشیر انتقام رو کشیدند یک ذره رأفت و رقت در دل پیغمبر بر اعداء الله هزینه نشد. یعنی تمام دل پیغمبر خواهان این بود که دشمنان خدا را سرکوب کنند. ببینید روش این بزرگواران رو بشناسیم. این آقایون صبر میکنند، مهلت میدهند، بیکران مهلت میدهند، تمام دوستداران به سطوح میان از مهلت دادن رسول الله به اهل مکه و دشمنان. اما وقتی دیگه شمشیر انتقام رو کشیدند، لم تأخذها رقتون على اعداء الله. حضرت مهدی هم همچنین هستند. الان امروزه که دشمنان را میبینید چیره هستند و در حکم سلطان عالمین حضرت مهدی این چنین دشخیمانه ظلم میکنند و امام مهلت میدهند به ایشون، از ناتوانی حضرت مهدی نیست، بلکه از مهلت دادن و صبر دادن به اشقیاست. حالا یکی من دعوت میکنم خودم و دوستانم که پیش از امام علیه السلام و پیش از سیاست گذاری های حضرت مهدی ما عجله نکنیم در سرکوب کردن طواغیت. حالا آقا یک برنامه دارن، مهلت میدن، همچون برنامه جدشون رسول الله و مهلت میدهن به اشقیا. خب ما در برنامه ایشون هستیم، ما جز سربازان ایشون هستیم و منتظر اذن قیام. اما نکته دوم این که اگر یه وقتی اذن قیام صادر شد در روز جمعه ای شامگاه بعد از نماز عشاء انشاءالله و به حضرت مهدی اذن قیام داده می شود، اونجا خواهید دید این رأفت و این مهربانی بر دشمنان خدا خواهد بود، نه بر دوستانه، نه بر اولیا، نه بر محبی، بر دشمنان. امروز پای قدم باشیم، امروز این حق مسلم حضرت مهدی، این پدر مهربان را از آن ایشان بدانیم، دیگران را عاری از این مقام بشناسیم و روز انتقام هم ایشان را دریای بیکران رأفت بدانیم بر دوستانشون، ولی قساوت بی اندازه بر دشمنان. اللهم سلط علیهم حجرک الدامغ و سیفک الصارم. یادتون نره
که در قرآن واقعا خداوند تبارک و تعالی وقتی مهلت را از دشمنانش می گرفت چه کرد با دشمنان؟ بله، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها، یعنی بمباران کرد قوم ثمود را، قوم عاد را، اصحاب الرس را، واقعا تارمار کرد قوم لوط را، از بین برد پروردگار، هیچ اثری از آنها نذاشت. مثلا در قوم لوط الا بیتا من المسلمین، مگر خانه لوط را، که اینم چه مسئله مقدسیه پیش خدا که خانه حضرت لوط سالم بمانه، اما خانه های قوم لوط همه از بین بره، ویران بشه. اینم برای ما مسئله مهمیه که این خانه های اهل بیت رو مقدس بدانیم و پاس بداریم و ارزش بدهیم. بله، حالا در مقابل این نکته که دیگران را بی رأفت بدانیم، بی رأفت بشناسیم، سراغ رأفتشون نرویم، واقعا گدای نورانیت از دشمنان مهدی نباشیم سلام الله علیه. ما از دستگاه حتی مهدی هرچه میخواهیم، هرچه رأفت میخواهیم، که این دستگاه خداست، این دستگاه مستقر پاینده است، مندگار. ما چشم طمعمون به تنها و تنها ایشان باشد، این موافق اعتقاد است، یعنی اعتقادی که در دل درست شد که پدر مهربان، تنها پدر مهربان مهدی است. اگر مهربانی در دل مادر، در دل پدر، در دل برادر، در دل دوستان، در دل همسران پیدا شده، از خواسته مهدی است. این صحنه جلوه‌گری مهدی است علیه السلام، که تجلی حضرت مهدی در رأفت پدر و خواهر و برادر و اینا داره جلوه میکنه خدمت عرصه، که پس این زندگی مهدوی را ببینیم، کور نباشیم، ببینیم که مهدی علیه السلام چگونه اداره میکند نورانیت را، عالم نور را در سینه های تک تک ما، در افراد مختلف. بله، دشمنانش هم اگر رأفتی در دلهاشون پیدا میشه، اون مستودعه، مستقر نیست، پاینده نیست، نابود شدنی است، باطله. ببینید یک نگاه باطنی که در جهنم چه خبره، چه وحوشی دارن همدیگر رو میدارن، یک ذره رحمت و رأفت و رقت به هم ندارن، نه زنشون نه مردشون، یک مش حیوانات متوحش. خب حقیقت اونا این است، عاقبت اونا این است. واقعا امروز اینا رو به این چشم، به این چشم دوربین ببینیم و رأفتشون رو نادیده بگیریم، رأفت رو از آن مهدی بشناسیم. انشاءالله توضیحات رسا باشد. اللهم نبهنا من نومة الغافلین و ثبتنا على ولاية امیر المؤمنین و عرف لنا نفسك یا اله السماوات والارضین و صلی اللهم على محمد و آله الطیبین الطاهرین.